فصل دوم. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در برابر چشم آنان زبانهایی مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید، به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمعی ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می‌شنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شهر کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می شنویم. همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتند: یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان می گفتند: اینها از شراب تازه مست شده اند. اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما، این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است. بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمعی انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. و در آسمان شگفتی ها و بر روی زمین نشانه هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگاه دارد. داوود درباره او میفرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود می دیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد، از آن رو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه‌های حیات را به من شناسانیدهی و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد.
ای برادران، درباره پدر ما داوود صریحاً باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و می‌دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، از قبل رستاخیز مسیح را پیشبینی نموده درباره آن گفت: او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید، زیرا داوود به عالم بالا صعود نکرد، اما خود او می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده است. وقتی آنها این را شنیدند، دلهایشان جریه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید، که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می‌داد و آنان را ترغیب می‌کرد و می‌گفت: خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می‌گذرانیدند. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می‌آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختن و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردن. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدن و در خانه های خود نان را پاره می کردن و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردن. خدا را حمد می کردن و مورد احترام همه مردم بودن و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود.